این فایل از جلد چهارم کتاب حکایت بلوچ رو من توصیه نمی کنم که گوش کنید. فقط برای اینکه متن رو کامل، کتاب رو من کامل خونده باشم، من این رو هم خوندم. این در واقع راجع به سرداران و طایفه ها و این سلسله هایی که در بلوچستان هستند این بخش هست، و دکتر محمود زنده مقدم نویسنده حکایت بلوچ این رو از یک جزوه‌ای که اونجا به دست آورده، همونجوری که قبلش در پایان فایل قبلی توضیح میده، عیناً نقل کرده و خیلی ممکنه که به درد گوش دادن نخوره، ولی اگه خواستید گوش بدید، اگه هم نه، اگر گوش ندادیدم چیز زیادی از این کتاب رو از دست نخواهید داد. ادامه کتاب که پیوست ها هست و اسناد و واژه ها و اصطلاحات، بخش هایی رو من انتخاب میکنم میخونم. اینا بیشتر چیزاییه که کسایی که کتاب رو دارن باید به کتاب چاپی مراجعه کنن، چون در واقع دیداریه و نه شنیداری. این توضیح رو من لازم دیدم که بگم، به خصوص اون بخشای اصطلاحات و واژه ها رو صوتیش همچین فایده نخواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ سلسله بلیدیان مکران بلوچستان. چنانچه میگویید طائفه بلیدیان از بر عمان به سرزمینی مکران آمده اند. در عمان شهری است به بلیده موسوم و ایشان از سرکردگان آن حدود بوده اند، از نسل عرب اند و طایفه بر نیز از عرب بدوی بر عمان می باشند. متعلقیان بستگان بلیدیان بودند. خدا می داند جنگی با ایشان درگیر کرده یا قهر کرده، به همراهی از بر عمان هجر کرده به مکران زمین آمده اند. حدود کیچ مکران شهری بلیده نام دارد، غالباً بلیدیان این را آباد کردند. بعضی میگویند بلیدیان از باشندگان همین بلیده بودند، بعدن به بلیدی مشهور شدند. این قول صحت ندارد، بلکه غلط است. ایشان عربند. بلوچستان که آمده اند به نام ولدیت خود فامیل ایشان را بلیدی نام نهادند، و هرچه در کان نمک افتد نمک شود، و در بلوچستان به مرور زمان به بلوچ بلیدی مشهور گشتند. در زمان حکمرانی ملکان ایشان تسلط پیدا کردند، ملکان را شکست دادند، قلعه سیری کیچ مکران را تصرف نمودند. این وقت دین داهی در مکران نفوذ پیدا کرده بود. بلیدیان داهی المذهب شدند، چنان که میگویند الناس علی دین ملوکهم، به اقتضای وقت مترصد گشته اکثر مردم را به زور و رضا داخل دین خود می کردند. جد اعلای بلیدیان که بوسعید نام داشت، بلیدیان را بوسعیدی هم می گویند. اکثر ممالک بلوچستان را تحت تصرف خود در آورده بود. قبرش در فره گرمسیر می باشد. مدتهایی کیچ مکران حکمرانی کردند و نوبت ایشان تمام شد. گچکیان که جد اعلایشان ملک دینار نام داشت، قلعه میری را از دست ایشان گرفت و ایشان گوادر رفته متمرکز نمودند. ملک دینار لشگرکشی کرده گوادر جدال عظیم رخ داد. آن وقت شیخ بلال بلیدی که سرپرست بلیدیان بود مقتول گردید. گوادر را نیز از دست ایشان گرفتند. حکمرانی آن حدود به گچکیان تعلق گرفت. مکران زمین بلیدیان تبعی دولت شاهنشاهی ایران بودند و
و دین اسلام داشتند. معلوم نیست به سلطنت صفویان به این سرزمین آمدند یا قبل از ایشان عهد خلافت عباسیان یا بنی امیعیان، شاید ایشان از عمان مهاجرت کردند به این حدود آمده مستقر گردیدند. در آن زمان که ملک دینار گچکی بولیویان را قلعه کیچ گوادر خارج می کند، بولیویان به نادرشاه افشار پناه می برند. نادرشاه اردویی به جنگ ملک دینار به کیچ روانه می سازد. ملک دینار گچکی تسلیم شده، اردوی شاهنشاهی نادرشاه با غنیمت بی حد و حساب از کیچ صرف نظر کرده روانه می گردد. والله اعلم به حقیقت الحال. گچکی هم به مثل بولیویان داهی المذهب ذکری بودند. بعدن بولیویان باهو دشت یاری قصر قند گه بند گه گه بنت تا ملک جید تا ملک تا ملک جیدگان و تمپ و تمپ پیشین تا قلعه سرباز حکومتی می کردند. در زمانه نصیر خان اول که خان کلات بلوچستان بود، با بولیویان جنگ جدال می کرد. بولیویان و گچکیان مشرف به دین اسلام شدند. سلسله بولیویان قدیم که در کیچ مکران حکومتی کردند، بنده از ایشان نام نشانی یادداشت نکردم. این موضوع را به تاریخ مکران مؤلف قاضی عبدالرحیم صابر مراجعت کنید. قاضی عبدالرحیم صابر بولیویان را که به کیچ نام چند بولیویان را که به کیچ نام چند نفر را به تاریخ مکران نوشته، لقب ایشان شیخ یا شی یاد کرده. شاید همان شیهان مدتی به بولیویان قصر قند ادامه داشته که ایشان را به شیخ عبدالله، شیخ دین محمد، شیخ دوست محمد و شیخ شفیع محمد و شیخ احمد که ایشان را به شیخ عبدالله، شیخ دین محمد، شیخ دوست محمد و شیخ شفیع محمد و شیخ احمد نام بودند و شیخ احمد نام بودند. شیخ نور محمد و غیره. من فقط از میر بدرالدین اول آنچه شنیدم واضح بیان می کنم و میر در را فرزند میر مراد که مردی شجاع جنگاور بود، نمیدانم برادر میر بدرالدین بود یا برادرزادش. در آن زمان طائفه بریچی به وسیله کشتی به ساحل بنادر تیس و غیره پیاده شده به کنار دریا و دشت قبله و به کنار دریا و به دشت قبله هان بارها به سرقت قارت مبادلت می کردند. مشهود است میر درا و میر حسن، میر بدرالدین به کمال شجاع، به کمال رشادت، به نبردهای دلیرانه ایشان را شکست می دادند. در این باره شاعری می فرماید: درا مزن زحم اد نهن حاجی حسن زندگ نهن ملک گودلان پرداخت گند. در این موقع میر درا به دست نادرشاه افشار مقید بود. میگویند تا 12 سال زندانی بوده و میر حسن میر بدرالدین هم فوت کرده بودند. لشکرهای برایچی یا دیگر متجاوزان، سارقان خارجی یا داخلی به این حدود به جدال پرداختند که شاعر که
شعر فوق ذکر را سروده برای چی فرقه ای از دزدان هندی بودند. همیشه به سواری کشتی می آمدند، ساحلی مکران را تاراج می کردند. مردمان این حدود اکثر زنان را اسیر کرده و بردند. می گویند آخر میر دورا و میر حسن به جنگی شدید ایشان همگی را قتل رسانیدند تا دیگران از سرقت دست بردار شدند. همگی حدود راحت شدند و بنده از احفاد اولاد میر دورا اطلاعی ندارم. نسل فرزندانش نام نشانی نیست، شاید پسر داشته یا نسل دختری به بلیدیان پیوند می دارد و من به کلی بی اطلاعم. دوم، میر حسن فرزند بدرالدین اول. از میر حسن و اولادانش آنچه می دانم ذکر می کنم. تیره از بلیدیان که به قصر قند متمرکز بودند ایشان را قمشاد زئی می گویند. با میر دورا و میر حسن خیش قومند، ولی من بی اطلاعم که چگونه پیوند دارند. فقط از میر حسن آنچه شنیدم در حفظ داشتم. میر حسن و میر داد کریم هر دو اولاد میر بدرالدین اول هستند که به بدورخان مشهور بود. همه بلیدیان رودخانه سرباز تا پیشین از نسل میر حسن و میرداد کریم هستند، بلکه بعضی از بلیدیان قصر قند هم به ایشان ملحق گردند. اولا از میر حسن و اولادانش تذکر کنم و بعدا اولاد و احفاد میرداد کریم بیان می گردند. میر حسن فرزند میر بدرالدین اول. میر حسن به قلعه تمپ حاکم بود. گچکیانکیج به قداری هوتان تمپ که با میر حسن نقازد داشتند به راهنمایی پنهانی همدست با گچیکان شده، میر حسن را قتل نموده قلعه را تصرف کردند. فرزندان میر حسن: یک، میر بدرالدین، دو، میر نواب، سه، میر دوستین، چهار، میر شیرخان. میر بدرالدین به قلعه پیشین بود و میر نواب در قلعه پارود و میر دوستین در قلعه سرباز حکومت وقت خود بودند. چهارم، میر شیرخان که به تمپ ازدواج کرده متمکن بود، نسل آن در تمپ تا کنون باقی است. فرزند چهارم میر حسن، میر شیرخان. فرقه ای از گچکیان تمپ که ایشان را شیرخان زئی گویند پس از قتل میر حسن، پدر میر شیرخان و برادران هر چهار فرزندان ایشان در قید حیات بودند. میر دورا که برادر میر حسن بود نیز حیات بود. قصر قند گه دشت دشتیاری باهو حدود ساحلی همه تحت تصرف ایشان و میر دورا بودند. هر یکی به اطراف خود لشگرکشی نموده متفقاً تمپ را محاصره و اطرافش را به غارت رسانیدند. قلعه تمپ را دوباره به دست آوردند. هوتان از بیم ایشان کوچیده به گوادر رفتند. مدتی بعد هوتان نزد ایشان آمده معذرت خواستند. ایشان از جرم هوتان درگذشته و بخشیدند. دختر هوت میر واجداد را که بانو مهر ملک نام داشت با میر دوستین فرزند سوم میر حسن فرزند بدرالدین ازدواج کردند. پس از فوت میر دورا گچکیان بار دیگر تمپ را از دست ایشان گرفتند، به طور کلی از تمپ خارج شدند. میر بدرالدین دوم فرزند اول میر حسن.
و بعد از فوت میر بدرالدین دوم پیشین باهو دشتیاری حدود ساحلی را سدازیان از دست ایشان گرفتند. میر نواب پارودی که برادر بدرالدین دوم فرزند میر حسن و میر دوستین سربازی که فرزند میر حسن است، این دو برادر جمع‌آوری جنگ ایشان را گرفتند. حدودی باهو به مجادله و مقاتله پرداختند. میر نواب پارودی با جمعیت زیادی از بران غیره دست سدازیان کشته شدند. میر دوستین بمپور رفته از مهرابخان شیرانزئی کمک خواسته با لشگر انبوهی دشتیاری رفتند، به قتل و غارت پرداختند و بعدن پس از مدتی با یکدیگر صلح و آشتی نموده، میر یار محمد که یکی از فرزندان میر نواب مقتول می باشد، یار محمد دوزهمی را که هیت قصر قند می آمدند، یار محمد بلیده‌ای به معونت بران بافتان و غیره، یار محمد سدازه‌ای را عوض خون پدر خود میر نواب با عده کثیری که همراهش بوده همه را کشتند. از آن تاریخ به بعد دشتیاری باهو حدود ساحلی تا قبله هان از دست بلیده‌ایان خارج گشته، فقط گه قصرقند سرباز تا پیشین به ایشان باقی ماندند. هر یکی به حدود مقرره خود تا به اولاد و احفاد سکونت می داشتند، چنانچه اولا ذکر کردم که میر حسن 4 فرزند داشته و فرزند 4مش تنب سکونت نموده، همانجا فوت کرد. میر بدرالدین فرزند میر حسن. میر بدرالدین فرزند میر حسن که در قلعه پیشین بود هم همانجا فوت می‌کند. میر بدرالدین 2 فرزند پسر به نام میر یوسف خان و دختر به نام بانو مهدیم، میر عبدالکریم فرزند میر دوستین سربازی که برادرزاده میر بدرالدین است با بانو مهدیم ازدواج میکند. اسم فرزندان بانو مهدیم و میر عبدالکریم در سلسله میر دوستین سربازی بیان میگردد. میر عبدالکریم فرزند میر دوستین سربازی. میر عبدالکریم فرزند میر دوستین سربازی که جانشین پدرش میر دوستین در سرباز بود، پیشین را از دست میر یوسف خان فرزند میر بدرالدین دوم گرفته حواله فرزند خود میر عبدالرحیم نام می‌دهد. میر یوسف خان فرزند میر بدرالدین دوم. میر یوسف خان اولا با یکی از بلیده‌ایان ازدواج می‌کند، میر گل محمد و بانو گلی پیدا می‌شوند. بعداً بافتان آمده در قلعه بافتان سکونت می کند. دختر حاج محمد بر موسوم به بانو هدایی وصلت کرده، 2 پسر به نام میر نواب و میر شهدوست، 2 دختر به نام بانو ناز خاتون و بانو صدگنج پیدا می شوند. میر نواب فرزند میر یوسف خان. از میر نواب بافتانی 1 پسر به نام میر یوسف خان و 1 دختر به نام بانو مراد بیبی پیدا می شوند. میر شهدوست فرزند دوم میر یوسف خان. از میر شهدوست میر جنگی خان و بانو مهری ملک پیدا می شوند. بانو ناز خاتون دختر اول میر یوسف خان. بانو ناز خاتون را که میر جان محمد فرزند میر تاج محمد راسکی ازدواج می کند، از بانو ناز خاتون 1 پسر و 2 دختر پیدا می شود. 1 میر مولا داد خان و بانو شهر بانو و بانو سلطان ملک. بانو صدگنج دختر میر یوسف خان. از بانو صدگنج میر در محمد و میر حسین پیدا می شوند. بانو صدگنج را میر دوستین فرزند میر تاج محمد ازدواج کرده
دو فرزند به نام میر دور محمد و میر حسین پیدا می شود. میر گل محمد فرزند میر یوسف خان. از میر گل محمد که فرزند میر یوسف خان است، میر غلام محمد جد مادری میر جما خان پیدا می شود. مادر میر جما خان خواهرزاده مادر سید محمد فیروز آبادی است. بانو گلیو دختر میر یوسف خان. از بانو گلیو، بانو هدایی و مادر لشکران بهرامزایی نبیرگان بانو گلیو هستند. بانو مهدیم خواهر میر یوسف خان و دختر میر بدرالدین است. بانو مهدیم را میر عبدالکریم فرزند میر دوستین برادرزاده میر بدرالدین نکاح می کند. اولادان میر بدرالدین از اینجا تمام شدند. پس سلسله میر بدرالدین تا اینجا کاملا تمام گردید. دوم میر نواب فرزند میر حسن. میر نواب فرزند میر حسن پارود سکونت می کند. اولادانش بیان می گردند. میر نواب سه فرزند، یک علامیاخان که بعداً جانشین وی شده در پارود میزیست، دو میریار محمد که قلعه هیت قصر قند به دستش بود، سه بانو عایشه. بانو عایشه دختر میر نواب پارودی. بانو عایشه را میر تاج محمد راسکی نکاح می کند و فرزندانش به سلسله میر تاج محمد نام می برم و میر یار محمد فرزند نداشت. میر یار محمد فرزند میر نواب پارودی. میر یار محمد فرزند نداشته، بلکه نسل دختری گه قصر قند باقی مانده. من اطلاعی در دست ندارم. عمده کاری که از دستش برمی آمده عوض خون پدر خود میریار محمد دوزحمی صدازهی با عده‌ای به قتل رسانیده، از این جهت نامش به یادگار مانده. ملا میاخان فرزند میر نواب. ملا میاخان دختر عموی خود میر دوستین سربازی را که موسوم به بانو ماهکان بوده ازدواج کرده، چهار پسر سه دختر پیدا گردیده، یک میر نصیر خان، دو میر محمود خان، سه میر صاحب خان، چهار میر محمد خان، پنج بانو زرگل، شش بانو ناز خاتون، هفت بانو شررو. بانو شررو دختر ملا میا خان پارودی. بانو شررو اولا شیدین محمد قصر قندی نکاح نموده، دختری به نام بانو محلقا پیدا می شود. بهرام خان و میر شغلا فرزند بانو محلقا می باشد. پس از فوت شیدین محمد، سردار میر مراد گچکی آن را ازدواج می کند. سردار نادرشاه بانو ماهکان پیدا می شود. بانو شررو فقط سه فرزند داشته. بانو نازخاتون دختر ملا میا خان. بانو نازخاتون را میر داد الله فرزند میر عبدالکریم ازدواج می کند. اعقابی از میر داد الله باقی ندارد. پس از فوت میر داد الله، بانو نازخاتون را میر دراگچکی نکاح نموده، سه دختر به نام در این ملک و بانو روز خاتون و بانو مراد بیبی پیدا می شوند و درین ملک را سردار میرداد نکاح نموده، میر قادر بخش بانو جمال خاتون پیدا می شوند و روز خاتون را محمد خان ترتبی نکاح می کند. میر درای ترتبی پیدا می شود و مراد بیبی را میر گوهرام ترتبی نکاح نموده، سید محمد عرز محمد پیدا می شود و بانو زرگل میر حسن. بانو زرگل دختر ملا میا خان پارودی. بانو زرگل را میر حسن فرزند میر تاج محمد راسکی نکاح می کند، سه فرزند به نام شی مهراب و بانو فاطمه و بانو مهدیم پیدا می شود.
محمد خان فرزند ملا میا خان پارودی. محمد خان 4 فرزند به نام ملا عبدالملک و ملا رحمدل و ملا کندل پارودی و شی مهراب فیروزآبادی داشته. فرزندانش پارود فیروزآباد موجود هستند. میر صاحب خان فرزند ملا میا خان پارودی. میر صاحب خان 3 فرزند داشته به نام میر یار محمد، بانو ماه جهان و توتی ملک، و یار محمد بانو فاطمه دختر میر حسن را نکاح می کند. بانو دور بی بی صاحب خان پیدا می شود. دور بی بی مادر میر قوس بخش بی نرنجوست. بانو ماه جهان را حاج مراد داد خان نگاه می کند. حاجی محمود خان راسکی و بانو شرو مادر حاج مراد جان بود پیدا می شوند و توتی ملک را میر شیر دل فرزند محمود خان نگاه می کند. صاحب 3 فرزند می شود، یکی به نام حاجی نادل، دخترانش یکی ساره و دیگری آئشه نام بود. فرزندان حاج نادل دورین و گلبیبی هستند. دورین بی اولاد مرده و گلبیبی را میر کمال خان ازدواج نموده. فرزندانش گاجی خان با 2 خواهر هستند، یکی را مولوی عبدالله ازدواج می کند. فرزندانش عبدالحق و عبدالرحمن برادران مولوی عبدالعزیز هستند و خواهر دیگر گاجی خان را عیسی خان مبارکی ازدواج می کند. دارای 1 پسر به نام میر بلوچ خان، پسر عیسی خان مبارکی است. ساره دختر توتی ملک. ساره را لشکران شنبزایی نکاح نموده. فقیر بهادر و حیاتان و غیره پیدا می شوند. اولادان ایشان در پارود هستند. عایشه دختر توتی ملک. عایشه را جنگی خان نکاح می کند. فرزندانش یکی محبیبی و دیگری میرهوتی. پدر نهدوت در زیارت جا هست. مادر شیردل پارودی دختر عایشه است. میر محمود خان پارودی فرزند ملا میا خان. میر محمود خان پارودی 4 پسر و 4 دختر داشته به نام میر شیردل، میر دینار، یار محمد و گاجی خان. فرزندانشان در پارود و سرباز هستند. میر نصیر خان فرزند ملا میا خان. میر نصیر خان زیاد فرزند داشته. مشهورترین آنها میر نواب پارودی و میر درا دهکوری می باشند. من نتوانم همه را به نام و نشان بنویسم. هر که اولادی باشد خود را ببرد به نصیر خان برساند. فرزندان میر نواب، فرزند میر حسن هم همینجا خاتمه پیدا کردند. مادر میر رحمدل پارودی یا کوهروکی نیز دختر میر نصیر خان است. بانو شه بیبی هم دختر میر نصیر خان است. اولادانش در پمپ موجودند. نوشیروان میر شیردل از همان نسل هستند. میر نصیر خان خواهر میر عم رسول سبی را نکاح می کند. 1 فرزند به نام بی بی بخت بی بی پیدا می شود. اولادانش نیز در پارود می باشند. سلسله میر نواب پارودی تمام شد. سلسله فرزند سوم میر حسن که میر دوستین نام داشت. میر دوستین که در قلعه سرباز سکونت داشته بود بیان می کنم. میر دوستین بانو مهری ملک دختر میر واج دادان هود تمپی را نکاح می کند. 3 فرزند، فرزندان یکی به نام میر عبدالکریم و بانو ماهکان و بانو فاطمه پیدا می شوند. یادم رفته بود همه اولادان میر دوستین را به ردیف نوشته ننمودم. بدانید میر دوستین یکی از رئیسان پیردان نکاح کرده بود. بانو ایمنه پیدا می شود. بانو ایمنه را میر عمر رند نکاح می کند. عمر زعی میر شیران گل عذار پیدا می شود.
بانو گل عذار را میر صاحب خان نکاح می کند. بانو ماه جهان و میر یار محمد جد میر قوس بخش بینرجو پیدا می شود. بانو فاطمه دختر میر دوستین. بانو فاطمه را میر شفیع محمد از بلیدیان قصر قند است نکاح می کند. میر مراد محمد پدر بانو مهر ملک و حاجی محمد حسن می باشد پیدا می شود. بانو ماهکان دختر میر دوستین. بانو ماهکان را قبلا ذکر کردم. ملا میاخان پارودی نکاح می کند. 7 فرزند را که نام برده ام از ایشان پیدا شدند. میر عبدالکریم فرزند میر دوستین سربازی. میر عبدالکریم اولا بانو مهدیم دختر میر بدرالدین که عموزادش است نکاح می کند. 6 فرزند به اسامی زیر پیدا می شوند. 1 میر دادالله. 2 میر عبدالرحیم. 3 عبدالوهاب. 4 بانو ملکناز. 5 بانو دربیبی. 6 بانو نوربیبی. اول میر دادالله فرزند عبدالکریم. میر دادالله بانو ناز خاتون فرزند ملا میاخان را ازدواج نموده، فرزندی از آنها به وجود نیامده. بعدن زربانو که یکی از رئیسان کیشکور است از کیشکور به همراه خود برده در پیشین نکاح می کند. از زربانو یک پسر به نام داد محمد و یک دختر به نام درین ملک پیدا می شود. داد محمد پدر خیر بیبی مادر حاج قادر بخش راز کیست؟ درین ملک را بعد از فوت یار محمد بهرام میر تاج محمد نکاح می کند. عبدالله پدر حاج قادر بخش رازکی و مهرک مادر حاج بهرام دین محمد رازکی با برادر و خواهران پیدا می شود. دوم میر عبدالرحیم فرزند میر عبدالکریم. میر عبدالرحیم یکی از بران پیشین نکاح می کند. میر علی خان میر یار محمد بانو فری بانو روز خاتون پیدا می شوند. میر علی خان خان بی بی فرزند میر یار محمد و درین ملک را نکاح می کند. میر دوست محمد با برادر خواهران پیدا می شوند. یار محمد فرزند دوم میر عبدالرحیم یکی از بران پیشین را نکاح می کند. عبدالکریم میر شیران دادالله پیدا می شود. بانو پری را میر فقیر محمد نکاح می کند. میر غلام محمد و خواهرش پیدا می شود. بانو روز خاتون را میر حسن نکاح می کند. بانو ملکناز پیدا می شود که آن را میر غلام محمد ازدواج می کند. میر شیر محمد و میر ولی محمد و میر داد محمد بانو روز خاتون پیدا می شود. عبدالوهاب فرزند میر عبدالکریم. میر عبدالوهاب یکی از بزرگزادگان فیروزآباد نکاح می کند. دخترزاده اش را میر شیران پیشین نکاح می کند. فرزندانش میر شیران نبیرگان عبدالوهاب هستند. بانو ملکناز دختر میر عبدالکریم. بانو ملکناز را میر تاج محمد راسکی نکاح کرده 6 پسر به اسامی زیر پیدا می شوند. میر حسن، میر دوستین، میر بهرام، میر عیسی، میر دادالله، میر مراد. نسل ایشان بعدن به سلسله میر تاج محمد بیان می گردند. بانو دربیبی دختر میر عبدالکریم. بانو دربیبی راشی قاسم گچکی ازدواج کرده 2 پسر و 2 دختر به اسامی زیر پیدا می شوند. 1 سردار بائی خان. 2 میر فتح خان. 3 بانو عایشه. 4 بانو صاحب خاتون.
فرزندان صاحب خاتون را همه می دانند. 1. سردار مهراب خان، 2. میر سرفراز خان، 3. میر رستم خان، 4. شی عمر خان با خواهران بودند. فرزندان میر فتح خان، شی قاسم و عبدالکریم با خواهران کلاتک سکونت کرده اند. فرزندان بانو عایشه، سردار میر مراد و محمد مراد با خواهران به تمب ساکن بودند. بانو صاحب خاتون، بانو صاحب خاتون را سردار فقیر محمد بینرنجو نکاح کرده. میر کمال خان پیدارکی فرزندش می باشد. مادر شیر محمد و میر حسن هم خواهر سردار با سیمان است. نام آن را یاد ندارد. نور بی بی جده بزرگ زادگان است. بزرگ زادگان دزکی می باشند، مگر ایشان هر دو به میر عبدالکریم خان ملحق می شوند و 6 فرزندان میر عبدالکریم که از بطن بانو مهدیم تولد شدند اولادانش بیان کردم. بعد میر عبدالکریم خان سلطان ملک خواهر در محمد بزرگزاده سربازی را نکاح کرده، 2 فرزند به نام میر عبدالنبی و بانو تلی خاتون پیدا می شوند. میر عبدالنبی 3 فرزند به نام ملک بیک و مهراب و سلطان ملک داشته. فرزندانش ابتر سرباز راسک موجودند. بانو تلی خاتون را میر مراد محمد فرزند شفیع محمد قصرقندی نکاح می کند. بانو مهری ملک حاجی محمد حسن پیدا می شود. بانو مهری ملک والده حاج نواب خان پدر حاجی کریم بخش سعیدی راسکی و زرگل بیبی که مادر حاج ایوب خان و غیره است. اولادان حاجی محمد حسن در قصرقند هیت سکونت دارد. بعدن میر عبدالکریم خان دختر شی مهراب خان بارکزایی را نکاح میکند. 3 فرزند به نام میر ملک بیک، 2 دختر که نامشان در ذهنم نیست. ملک بیک جد مادری حاج مراد خان فرزند میر پهیم خان کوه میتیگی و عبدالکریم و حاج علم خان و غیره میباشند. خواهر دوم ملک بیگ را میر نصیر خان پارودی نکاح کرده. بانو شه بی بی که اولادانش در تمب ساکنند پیدا می شود. بعدن میر عبدالکریم یکی از امیران دبکور نکاح کرده، علی خان پیدا می شود. آزاد خان پسر علی خان است. حاجی قاسم دبکوری، میر دررا، حاج اشرف دبکوری همه با برادر خواهران نبیرگان آزاد خان هستند. بعدن میر عبدالکریم خان یکی از رئیسان بندانی نکاح کرده، بانو لکی پیدا می شود. بانو لکی را میر صاحب خان شنبزایی نکاح کرده، محمد خان، جنت خاتون، ملک خاتون، صاحب خاتون پیدا می شود. فرزندان محمد خان میر شهیک کوه میتیگی با خواهران و برادران، فرزندان جنت خاتون، بانو روز خاتون، بانو ایمنه می باشند. فرزندان بانو روز خاتون میر دوست محمد خان، میر نوشیروان با برادر خواهران بودند. فرزندان ایمنه دادالله میر تاج محمد کوه میتگی است. فرزند ملک خاتون تاج محمد پدر دادالله می باشد. فرزندان صاحب خاتون زرگل جمال خاتون بودند. زرگل مادر حاج غلام رسول سلطان خاتون می باشد. بعدن میر عبدالکریم یکی از رئیسان پیروان نکاح می کند، بانو عایشه پیدا می شود. از بانو عایشه میر جلال خان، مزار خان، مراد خان پیدا می شود. میر خداداد، بانو جان بی بی هم فرزندان میر شیرخان هستند، ولی مادر ایشان رئیس بندانی است. بانو ایمنه مادر دادالله دختر میر شیرخان می باشد. مادرش جنت خاتون است. 14 فرزندان میر عبدالکریم که 6 پسر و 8 دختر بودند تمام شدند.
سلسله اولادان میر حسن میر بدرالدین که ساکن تمب بود تا اینجا خاتمه یافت. از این به بعد اولادان میر داد کریم میر رضایی. میر داد کریم میر رضایی دو پسر داشت، یک میر داد کریم، دو میر مزار و فرزند میر مزار، باز میر رضایی فرزند میر رضایی، میر میداد دختر غنی خان فیروزآبادی ایمن نام ازدواج کرده، میر مزار پیدا می شود. میر مزار بانو سنگین را که از بران بافتان است نکاح می کند. میر عبدالکریم بانو محبیبی پیدا می شود. فرزندان میر عبدالکریم یک میر فقیر محمد، دو مزار، سه رضایی، چهار شهر بانو هستند. فرزندان بانو محبیبی میر دوستین بانو صدگنج می باشند، اجداد محمد و مراد محمد که فرزندان نظر محمد هستند. غالبا از همان میر رضایی هستند، مگر اطلاع ثبوتی در دست ندارم که به نام نشان برسانم. از این به بعد همین میرداد کریم که برادر میر مزار بوده، یکی از بنادزیان پارود به نام بانو سنگین بنادی را ازدواج نموده، دو پسر به نام میر تاج محمد و دین محمد، یک دختر به نام بانو صدگنج خاتون پیدا می شوند. میر تاج محمد قلعه راسک و دین محمد قلعه فیروزآبادی می نشینند. بانو گنج خاتون را میر قاسم شنبزایی ایرفشانی نکاح می کند. دو دختر که یکی مادر میر غلام رسول خان صبی و دیگری مادر میر قاسم دبکوری است پیدا می شوند. ذریاتش غیر از این دو جا به دیگر جا تجاوز نکنند. میر دین محمد برادر میر تاج محمد راسکی فرزند میر داد کریم. میر دین محمد قلعه فیروزآباد سکونت داشته، یکی از شنبه زئیان ایرفشان نکاح می کند. مادر میر اشرف بانو ملک و پدر میر قاسم دبکوری که میر عبدالقادر نام داشتند برادر خواهرند. فرزندان دین محمد یکی میر اشرف و میر یار محمد و میر حیات و یک دختر که نام آن را نمیدانم پیدا می شود. خواهرشان را میر سنبت خان کرد مگسی نکاح می کند. نصیر خان و مهراب پید پیدا می شوند. اولادانش تا کنون در مگس موجود هستند. یار محمد دورین ملک میر دادالله را نکاح می کند. خان بیبی پیدا می شوند. خان بیبی مادر میر دوست محمد علی خان است. با برادران و خواهران میر اشراف اولا خواهر پسند خان کرد را نکاح می کند. اعقابی از آنها باقی ندارد. بعدن دختر عبدالخان را در جنگل ازدواج می کند. دین محمد پیدا می شود. دین محمد اولا خاتونان دختر شیمهراب را نکاح می کند. حاجی اشرف، حاجی حیات و محمد مراد پیدا می شود. بعدن دختر میر رحمدل کوهروکی را نکاح کرده، مراد محمد پیر بخش با خواهران پیدا می شوند. اولادان دین محمد که ساکن فیروزآباد بود از اینجا تمام شدند. پس از ایشان میر تاج محمد فرزند سوم میر داد کریم. نام اولادان آن را می نویسند. میر تاج محمد اولا بانو عائشه را که فرزند میر نواب و خواهر ملا میا خان پارودی است نکاح می کند. پنج پسر به اسامی زیر پیدا می شوند: میر غلام محمد، میر جان محمد، میر درا، میر سید خان، میر داد کریم. میر تاج محمد بعدن بانو ملک ناز را که پدرش میر عبدالکریم و مادرش بانو مهدیم ابن میر بدرالدین است ازدواج می کند. پسرانی به اسامی زیر پیدا می شوند:
1. میر حسن، 2. میر دوستین، 3. میر بهرام، 4. میر عیسی، 5. میر دادالله، 6. میر مراد مذکور جمع 11 پسر داشته، اولادان 11 برادران به ردیف بیان خواهم کرد. میر غلام محمد 1 پسر به نام میر بائی خان، 1 دختر که نامش ندانم، دخترش را اعظم خان صدازعی نکاح می کند. حاجی بائی خان پیدا می شود. اولادانش با پیوستن میر باییان غیر از میر براهیم پیشینی فرزندی دیگر نداشته. فرزندان میر براهیم پیشین بافتان راست که زیارت جاه موجود هستند. میر جان محمد بانو ناز خاتون خواهر میر نواب بافتانی را نکاح نموده. حاجی مولا داد خان و بانو شهر بانو سلطان ملک پیدا می شود. حاجی مولا داد خان اولا بانو مراد بیبی دختر میر نواب بافتانی را نکاح بانو مهدیم مادر میر دین محمد خان پیدا شده، بعدن دختر میر شفی محمد قصرقندی را نکاح نموده. میر جان محمد قصرقندی و بانو زرگل بگی پیدا می شوند. بعدن بانو ماه جهان دختر میر صاحب خان پارودی را نکاح کرده. حاجی محمود خان و بانو شررو پیدا می شوند. بانو شهر بانو خواهر میر مولاداد خان اولا سردار عبدالله خان بگی نکاح کرده. بانو خاتون بیبیان مادر سردار مولاداد تنپی پیدا شده. پس از فوت میر عبدالله خان بانو شهر بانو را سردار میر مراد گچکی نکاح می کند. بانو جان بی بی مادر جام غلام محمد جده جامان لسبلیو و بانو شمس خاتون مادر میر شیر محمد بهرام خان نو زری پیدا می شوند. بانو سلطان ملک را سردار حسین خان نارویی نکاح نموده. میر صادق خان مراد خاتون پیدا می شود. صادق خان با اولاد فوت می کند. مراد خاتون را اولا میر یوسف خان فرزند میر نواب بافتانی نکاح می کند. از یوسف خان اولاد دار نمی شود. بعد از به شهادت رسیدن میر یوسف خان با میر قادر بخش تنپی نکاح می کند. میر تاج محمد بانو سلطان ملک پیدا می شود. میر درا فرزند سوم میر تاج محمد فاطمه بنت قیمی خان فیروزآبادی را نکاح می کند. بانو درین پیدا می شود. بانو درین را میر نواب بافتانی نکاح می کند. میر یوسف خان و بانو مراد بیبی پیدا می شود. میر یوسف خان اولا بانو مهری ملک را نکاح نموده. حاجی نواب خان بانو زرگل پیدا شدند. بعدن بزرگ خاتون بنت میر غلام محمد گل محمد را نکاح نموده. میر جمع خان پیدا شده. میر سید خان فرزند چهارم میر تاج محمد یکی از بلوچان رازکی نکاح می کند. داد رحمان مروارد پیدا می شود. داد رحمان پدر شیر محمد است. مروارد مادر خیر بیبی والده حاجی قادر بخش و خواهران است. داد کریم فرزند پنجم میر تاج محمد یکی از بزرگزادگان فیروزآباد نکاح می کند. دخترش مادر حاجی داد کریم فرزند شی مهراب بوده ولی از حاج داد کریم اعقابی نمانده. بعدن یکی از بلوچان راسک نکاح می کند. فرزندی به نام پری پیدا می شود. پری به نکاح خان محمد صاحب داد زئی می رسد. ولی محمد گل محمد و زینب مادر شیر محمد پیدا می شود. میر حسن فرزند ششم میر تاج محمد اولا بانو زرگل دختر ملا میا خان را نکاح می کند. سه فرزند به نام شی مهراب، بانو فاطمه، بانو مهدیم پیدا می شوند. بعدن بانو روز خاتون دختر میر عبدالکریم پیشی را نکاح می کند. بانو ملک ناز پیدا می شود. شی مهراب اولا مادر حاج داد کریم را نکاح می کند.
اولادی ازش باقی نماند. بعدن دختر ملا داد محمد را نکاح میکند. سه فرزند به نام داد محمد بهرمن فعلی که ساکن پشت کوه راستگست و خانبیبی و خاتونان پیدا میشوند. بعدن دختر مهراب سربازی را نکاح میکند. حاج غلام رسول و سلطان خاتون پیدا میشوند. بانو فاطمه را میریار محمد نکاح می کند. صاحب خان و بانو دربیبی را میر سفرخان فرزند سردار فقیر محمد بیزنجو نکاح می کند. میر قوس بخش بیزنجو و بانو خانبیبی پیدا می شود. بانو مهدیم را میر محمد مراد برادر سردار میر مراد گچکی نکاح می کند. میر محمود خان با خواهرانش پیدا می شود. بانو ملک ناز را میر غلام محمد پیشینی که خواهرزاده میر علی خان است نکاح می کند. مادر بانو ملک ناز هم خواهر میر علی خان است. چهار فرزند به نام میر شیر محمد و میر ولی محمد و میر راد محمد و روز خاتون پیدا می شود. میر دوستین فرزند هفتم میر تاج محمد بانو صدگنج دختر میر یوسف خان بافتانی را نکاح می کند. میر دور محمد میر حسین پیدا می شود. میر دور محمد بانو محبیبی دختر میر مزار را نکاح می کند. میر دوستین میر میداد صدگنج پیدا می شود. میر حسین بانو روز خاتون را که پدرش شی عبدالله قصرقندی مادرش بزرگزادگان سرباز است نکاح می کند. محمد خان صاحب خاتون مادر میر فقیر محمد با برادران و خواهران بعدن میر حسین مادر عیسی را که از هوتان باهو کلات است نکاح می کند. حاج برکت با خواهر برادران پیدا می شود. بهرام فرزند هشتم میر تاج مهر دورین ملک را نکاح کرده دو فرزند به نام عبدالله و مهرک پیدا می شود. عبدالله پدر حاج قادر بخش راسکی و خواهرش جان بی بی و مهرک مادر حاج پدر دین محمد راسکی است. میر عیسی فرزند نهم میر تاج محمد دختر میر ماجبی بنادزایی را نکاح کرده عبدالرحمن عیسی و مروارد و خاتونان پیدا می شود. فرزندان ایشان در راسک موجود هستند. میر دادالله فرزند دهم میر تاج مهر اولا یکی از بران نکاح می کند. میر کینگی صاحب خاتون ولی محمد بر را نکاح می کند. بانو مهتاب مادر میر کینگی میر دوستین و موسا خان میر نواب پیدا می شود. بعدن میر دادالله ملک خاتون را کوه میتیگ نکاح می کند. تاج محمد پیدا می شوند. تاج محمد پدر دادالله کوه میتگیست. فرزند یازدهم میر مراد از میر مراد نسلی باقی نمانده. میر تاج محمد خان یکی از بلوچان راسکی ملک ناز نام نکاح می کند. نور بی بی پیدا می شود. نور بی بی را می یا صلاح رند کیازی نکاح می کند. دین محمد پور حاج بهرام و خواهرش که مادر شی سیاوشی مزار است پیدا می شود. بعد میر تاج محمد خان یکی از شنبزعیان نکاح می کند. دختری به نام خاتون بیبیان پیدا می شود. خاتون بیبیان را میر براهیم فرزند میر روزیگ دگاراتی ساکن کلگ وقایی نکاح می کند. میر غلام محمد و خواهرش مادر شهدوست نظر محمد رندست پیدا می شود. نسل ایشان کلگ تمب مند موجود هستند. فرزندان میر تاج محمد خان راسکی 11 پسر و 2 دختر بودند. مسئله ایشان هم تمام شد. هر کسی که از ابتر، سرباز، سراوان، پیشین، تومب، کیچ، بعضی از اسرقندیان و فیدارک بیله وقائی که خود را طرفی بلیده ای می گویند همه از نسل میر حسن و داد کریم که فرزندان میر بدرالدین که مشهور به بدروخان است می باشد.
بنده آنچه که ذهنن یادداشت کرده بودم کتباً به این دفترچه یادگاری نوشتم، شاید جایی اشتباهی پیدا شود معذورم دارید که عمرم به مرحله کهولت رسیده، 72 سال از عمرم گذشته، حواس جمعی ندارم، چشمم تاریک شدند، به خواهش بعضی از عزیزانم مجبورم کردند سلسله بلیدئیان بعد از شما نمیدانم آنچه شما یادداشت کرده اید به یادگاری به این دفترچه بنویسید، اینک آنچه حفظ داشتم تحریرا ذکر نمودم، والله اعلم بالصواب. قرض نقشی است که از ما یاد ماند که هستی را نمیبینم بقایی. نویسنده اصلی خلیفه داد محمد بهرمن ساکن راز که چون این اسمش را یادآوری می‌فرماید. حقیر پرتخصیر کمتر از قطمیر داد محمد فرزند شیمهراب رازکی مورخه سوم ماه ربیع الآخر هجری قمری 1392 مطابق 27 اردیبهشت شمسی 1351.